تنظیم غشایی، چون به هر صورت این مولکول غشایی بهت میگن احیای انعادپه مثبت کجا؟ میگی در بستره. ولی میگن توسط کی؟ میگی توسط نوعی مولکول غشایی، چون یه مولکول غشایی. بهت میگن تجزیه آب، میگی درون تیلکویی، ولی باز توسط یه مولکول غشایی که توی این فوتو سیستم دو قرار گرفته یا چسبیده به سیستم دو قرار گرفته داره انجام میشه، بس باز توسط نوعی مولکول غشایی ولی درونه تیلکویی. حالا این کلمات مولکول غشایی شاید کمتر توی سوال ما میبینیم، بیشتر میگن تجزیه آب درون تیلکویی، تولید ATP و تولید NADPH در بستر صورت. مطلب بعدی، اگه بگم تولید، این تو جزوه براتون نوشتم، اگه بگم تجزیه آب یا تولید اردو و یا بگم احیای NADPH مثبت یا تولید NADPH، میگه همزمان با پمپاژ هاش مثبت از بستر به فضای درون تیلکویی هست، و اگه بگم تولید ATP میگه همزمان با انتشار تحصیل شده یا هاش مثبت از درون تیلکویی به بستر صورت میگه. این جزء کلیاتی بود که راجع به این قضیه صحبت کردیم. اما حالا میگیم سراغ جزئیات. جزئیات داستان چی هست؟ سوال اول به یک میگن آقا واکنش از کجا شروع میشه؟ میگی با سیستم یک. حالا اگه به سوال بدن پذیرنده ابتدایی الکترون های خارج شده از P700 یا پروفیل های آی ویژه این تو یا مرکز واکنش، یه بار میگن پذیرنده ابتدایی الکترون های خارج شده از فوتوسیستم یک، و میخوام این دوتا سوال تفاوتش چیه. زمانی که الکترون های خارج شده از چی بخوام بگیریم؟ از این یک جفت کلروفیل آی ویژه رو بگیم، پذیرنده ابتدایی این الکترون ها، اگه دست من رو نگاه کنید و این فلش زرد رنگ نگاه میکنید، داره میره به این نوعی مولکول پروتئینی که تو همون بستر پروتئینی مرکز واکنشه. پس هر وقت این سوال رو دیدید باید بگید نوعی پروتئین در مرکز واکنش همین فوتوسیستم یک. ولی وقتی میگه الکترون های خارج شده از فوتوسیستم یک، یعنی الکترونی که از این فوتوسیستم، چون کل این مجموعه اسمش فوتوسیستم بود، حالا این الکترون هایی که خارج شد چهار تا هم بود به کی رسید؟ اولین ناقل الکترونی بعد از فوتوسیستم یک. و جواب این سوال میگیم نوعی ناقل الکترون پس از فوتوسیستم یک، که این نوعی ناقل الکترون هست در سطح خارجی غشای تیلکویی. پس تفاوت دو تا سوال، این پذیرنده های ابتدایی بود. حالا همین سوال عوض میکنن بهت میگن پذیرنده نهایی الکترون های خارج شده از فوتوسیستم یک. نهایتا الکترون هایی که از فوتوسیستم یک خارج شد طی زنجیره انتقال الکترون به کی رسید؟ NADPH مثبت. پس اینجا و جواب من چه؟ NADPH مثبت. حالا این از حالا همین سوال رو عوض میکنیم، همین سوال رو عوض میکنیم به جای فوتوسیستم یک، حالا میام راجع به فوتوسیستم دو صحبت میکنیم. اگر بهت بگن پذیرنده ابتدایی الکترون‌های خارج شده به جای P700 بیان بگیم P680، بازم نگاه کنید یک نوعی ناقل الکترون که همون نوعی پروتئین هست تو مرکز واکنش هست، پس جواب باز میشن. اما حالا اگه من فوتوسیستم یک رو تبدیل به فوتوسیستم دو بکنم، الکترون هایی که از فوتوسیستم دو خارج شدن پذیرنده ابتداییشون این میشه، یعنی بازم میشه نوعی ناقل الکترون بعد از فوتوسیستم دو. اما این ناقل الکترونی برخلاف این دیگه در سطح خارجی قرار نگرفته،
بین دو لایه فسفولیپیدیش هست، پس میشه نوعی ناقل الکترون در بین دو لایه فسفولیپیدی قشای تیرکویی و نهایتاً پذیرنده های نهایی الکترون های خارج شده حالا از فوتوسیستم دو میشه کی؟ فوتوسیستم یک. پس دیگه چجور نوعی سوال ها و عوض شد. پس این شد فوتوسیستم یک. حالا اگر به سوال بدن بگن NADP مثبت الکترون های مورد نیاز برای احیا شدن را مستقیما از کدام یک دریافت می کند، خب این مستقیما داره از این می گیره دیگه، پس اون موقع جواب سوال شما میشه چی؟ نوعی ناقل الکترون غربش، که حالا اگه بخوام علمی تر بگیم بگیم نوعی ناقل الکترون در سطح خارجی غشای تیرکویی. و اگه همین سوال رو اینطوری بگن منبع نهایی تأمین کننده الکترون ها برای احیای NADP مثبت، حالا جواب این سوال میشه فوتوسیستم چند یک. پس مستقیما از این گرفت در نهایت مال این شد. درسته الکترون های این بعد میان خلای این رو جبران میکنن، ولی الکترون های این بوده که رفته به این رسیده، نه الکترون های این. مرحله بعدی، حالا همین سوال رو میام عوض میکنیم، چی میگیم؟ به جای NADP